جمعی از جوانان و نوجوانان یکی از دوره‌های آموزش قرآن کریم به همراه مسئولان و دست‌اندرکاران این دوره با مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی مدظله دیدار کردند. به گزارش شیعه ویوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معظم الله، مرجعیت شیعه در این دیدار طی سخنانی با اشاره به حدیث شریفی از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ساختمان ها و امارت های دنیوی از نظر حجم و ارتفاع بنا متفاوت هستند و در دنیای دیگر نیز بهشت به تعداد آیات قرآن کریم یعنی 6664 طبقه دارد. معظم الله ادامه دادند طبقات بهشت با یکدیگر متفاوتند و طبقات بالاتر نسبت به طبقات زیرین برتری دارد. مرجع قدر افزودند مراد از صاحب قرآن که در روایت آمده کسی است که در دنیا همراه و یار قرآن باشد و این بدان معناست که چنین فردی در قبال قرآن کریم باید سه رفتار داشته باشد: قرآن کریم را بخواند، حفظ کند و به آموزه های آن عمل نماید و آنچه را از قرآن خوانده و آن مقدار که از احکام آن را دریافته و بدان عمل کرده است به مردم برساند. مرجعیت شیعه فرمودند هر کس در دنیا این موارد را در قبال قرآن کریم به مرحله عمل درآورد، در روز قیامت به او خواهند گفت چند آیه از قرآن کریم خوانده ای و به چه مقدار آن را عمل کرده ای و چه اندازه آن را به مردم رسانده ای، و سپس به آن تعداد اجازه بالا رفتن از طبقه های بهشت را خواهد یافت. معظم الله در پایان راهنمودهای ارزشمند خود خطاب به میهمانان فرمودند ان شاء الله در آینده همه شما از عالمان بزرگ خواهید شد و در شمار کسانی قرار خواهید گرفت که در درجات عالی بهشت سکنی خواهند گزید.